رئیس انجمن سنفی سینجی گفته طبق توافقی با روسیه ایران حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد. روز دوشنبه ده آبان در گفتگو با ایلنا اردشیر دادرس اظهار داشت. طبق معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است، و تولید به نسبت مصرف داخلی جواب گوست ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را نداریم رئیس انجمن سنفی سی بدون توضیح خاصی گفته توجیه اقتصادی هم ندارد که از این منابع برداشت داشته باشیم و یفزود بنابراین ما فعلا نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم اردشیر دادرس درباره علت این موضوع گفت اکنون روسیه 18 ممیز یک درصد از ذخایر گاز دنیا را داراست و این رقم در مورد ایران 17 ممیز 9 درصد است. چنانچه از خزر برداشت داشته باشیم این رقم به 18 ممیز 2 درصد رسیده و در مقام بالاتری از روسیه قرار می گیریم که طبق توافقهایی که قبلا با این کشور صورت گرفته نباید این چنین شود تا روسیه همچنان در صد باشد. وی تاکید کرد طبق توافق ایران حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر که در محدوده آبی ایران است را ندارد. تصنیم نامه را منتشر کرده که به گفته این خبرگزاری مربوط به سال 1375 و عذرخواهی احمد آزری قومی از خامنه ایه. تصنیم مدعی شده که این نامه برای نخستین بار در کتاب محمد محمدی ری شهری وزیر سابق اطلاعات منتشر شده است در حالی که محتوای آن پیش از این نیز انتشار یافته بود و خانواده آذری قومی نامه را تکذیب کرده بودند آذری قومی پس از زمان منصوب به انتشار این نامه حداقل هفت نامه و بیانیه سریح و شفاف در اعتراض به اعلام مرجعیت رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود در متن خبرگزاری تصنیم نیز روایتی از موسا شبیری زنجانی در این باره آمده که این روایت نیز دوازده سال بعد از مرگ آذلی قومی و در واقع از علی اکبر مسعودی خمینی تولیت حرم حضرت معصومه نقش شده است. آذری قومی در دهه شست خورشیدی از روحانیون شاخص جریان راست و مخالف دولت میرحسین موسوی بود او همچنین از جمله مؤسسان روزنامه رسالت به شمار می و در چند مورد نیز با نظرات سریح روح الله خمینی مخالفت کرده بود. این روحانی شاخص عضو مؤسس و نخستین دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قوم بود. اعلام خلق ای آیت الله کاظم شریعت مداری از مرجعیت توسط جامعه مدرسین در زمان دبیری او و به قلم محمد یزدی انجام شد. او در سال 76 پس از مخالفت های شدید با اعلام مرجعیت علی خامنه ای به حصر رفت و در حصر درگذشت. با این حال بر اساس نامه منتشر شده در خبرگزاری تسنیم احمد آذری قومی روز 12 خرداد 75 خطاب به خامنه ای نوشته بود ناخواسته مبتلا به ضربه ای علیه نظام شده و خداوند مرا نجات داد. در انتهای این نامه او از خامنه ای خواسته بود که اگر تمایل دارد جزئیات مفصل ماجرا را از علی اکبر مسعودی سوال کند محسن کریبر پژوهشگر دینی شهریور 99 نوشته بود که با فرزندان آزادی قومی تماس گرفته و آنها وجود این نامه را تکذیب کرده بودند او در این حال این فرض را منتفی ندانسته بود که خانواده آزادی قومی از این نامه اطلاع نداشته باشند خبرگزاری تسلیم نقل قولی را از شوبیدی زنجانی منتشر کرده بود که گفته بود آیت الله زدی قومی از اعتراض به خامنه پشیمان شده و به او نامی نوشته بود این سخنانی در سال 99 در یک کتاب مربوط به سخنان شوبیدی زنجانی منتشر شدند محسن کدیور نوشته بود که مسئولی خمینی این مطلب را در سال 89 یعنی حدود 12 سال پس از مرگ آزری قومی برای شبیدی زنجانه نقد کرده بود که امکان راسته آزمایان وجود ندارد. با وجود این ادعاها درباره پشیمانی آذری قومی او از زمانهای ادعا شده درباره این نامه حداقل هفت نامه و بیانیه شرید و لن در مخالفت با اعلام مرجعیت خامنه ای از جمله به اکبر حاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نوشته بود آزری قومی در نامه به خاتمی ولایت خامنه ای را به دلیل عدم برخورداری از شرایط مشتهد و جایز تقلید منتفی دانسته و رهبری او را نیز تنها از باب ضرورت مجاز دانسته بود که تنها با اذن مشتهد جامع شرایط عالم امکان ادامه دارد این روحانی شاخص همچنین با اشاره به موضوعات چون قطعهای زنجوری و فشار وزارت اطلاعات به مراجع تقلید خامین ای را مسئول جنایت های وزارت اطلاعات معرفی کرده بود در نهایت در آبان 76 ادعای با شعار مرگ بر ضد ولایت فقی به مجلس درس احمد آزری قومی در مدرسه فیزی قم حمله و ضمن ضرب و شد از ادامه تدریس او در حوزه جلوگیری کردند او دو روز بعد نامه‌ای به قربان دوریه دوری نجف وزیر وقت اطلاعات نوشت و او را مقام غیر محترم و غیر مسئول وزارت اطلاعات خواند. آزری قومی پس از این نامه ها و تقریبا همزمان با منتظری به حصر رفت اما حس او در فضای سیاسی و خبری چندان مورد توجه قرار نگرفت و پس از پانزده ماه است روز 22 بهمن 77 در حالی درگذشت که به سرطان خون مبتلا شده و در حصر امکان مداوا نیافته بود بر اساس نقل قول ها خامنه در پاسخ به سخنان محمد مؤمن عضو شورای نگهبان درباره احتمال مرگ آذری قومی در حصر به دلیل بیماری گفته بود به درک آذری قومی از جمله حامیان رهبری خامنه ای بود و در فیلم افشا شده از مذاکرات مجلس خبرگان رهبری نیز بخش از سخنان رد و بدل شده بین او و دیگران مشخص است او در همان جلسه در این حال درباره جایگاه فقیه خامنه ای ابراز تردید کرده و زمانی که خامنه در تلاش برای انصراف خبرگان از انتخاب خود گفته بود همین آقای آذری که اسم بنده را آوردن من اگر حکم بکنم ایشان قبول خواهند کرد قطعا قبول نمی کنند. پاسخ داده بود بله ما که قرار نیست از شما تقلید بکنیم آذری قومی در نامه سرگشاده خود به جوانان در اردیبهشت هفتادوهفت از قدم هایی که برای تثبیت رهبری خامنی برداشته بود عذرخواهی از کرد آزری قومی در دوره رهبری خمینی نیز با او درگیر بود و به او نامه های انتقادی غیرعلنی نوشته بود بر اساس روایت آزری قومی خمینی پس از این انتقادها در پیامی تهدیدآمیز سرنوشت شریعتمداری را به رخش کشیده و از او خواسته بود پا از گلیم خود درازتر نکند در نهایت اما رابطه آزری قومی و خمینی به درگیری جدی نکشید و او بنیاد و روزنامه رسالت را تأسیس کرد که از منتقدان اصلی دولت میر حسین موسوی بود آزری قومی همچنین دبیرکل جامعه مدرسین بود گروهی که نامه ازل آیت شریعت مداری را از مرجعیت صادر کرد این نامه ما با امضای محمد یزدی صادر شده بود او بعدها نیز از این اقدام ابراز پشیمانی کرد این هم داستان سرنوشت یکی از منتقدان و مخالفان علی خامنه ای برای رهبری در زمان انتخاب علی خامنه ای در حوزه علمیه قتل عامی صورت گرفته بود دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی